با درود فراوان به شما عزیزان به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم، روانشناس، و این برنامه راجع به مسائل روانشناسی و اجتماعی که خیلی از موقع در دوشنبه ها راجع به روابط عاطفی و سکشوالیتی با هم دیگه گفتگوی داریم با مهمانان عزیزمون. امروز خیلی خوشحال هستم که از راه بسیار دور از ایالت های شرق مهمان عزیزی دارم که دوباره لطف کردن و مهمان برنامه ما شدن، جناب آقای بهنام بخشنده که مربی زندگی، لایف کوچ و بیزنس کوچ هستن. سلام عرض کنم خانم دکتر. خوب هستین؟ متشکرم. لطف کردین دوباره دعوتم کردین، در خدمتتون باشم. ما هر وقت که شما سفری میکنین به کالیفرنیا این شانس برای ما هستش و بینندگان و شنوندگانمون که از رادیوی کانادا در کنار ما هستن، خوشبختانه شما لطف میکنین و تشریف میارین اینجا و راجع به پروژه های جدیدی که در حقیقت دارید با بینندگان و شنوندگان ما گفتگویی دارید. امروز هم میدونم سرما خوردید و با اینکه سرما خورده بودید به هر صورت لطف کردید اومدید، ولی برصد اگر عزیزان صدای ایشون رو میشنوید که کمی لو و پایین هست، برای اینکه سرما خوردن و امیدواریم به سرفه نیفتن. بله متشکرم، محبت کردید، لطف کردید. من واقعا همیشه لذت میبرم با مصاحبتان با شما، مخصوصا خیلی لذت میبرم که بتونم به هموطنان عزیزم خدمتی بکنم. اگر کسی از کتابای ما، گفتار ما، برنامه ما لذت ببره، چیزی یاد بگیره، من واقعا خوشحال میکنم. بله، ما یک سمیناری داشتیم با هم که راجع به Power of Two، دو نفری که دوست دارن با هم باشن و چجوری ارتباط عاطفی خودشون رو میتونن برقرار بکنن و سلامت در حقیقت به اون بدن، که سمینار خیلی عالی بود. دیویدیاش در اختیار اشخاص هست، میتونن که اون رو دریافت بکنن. دیویدیاش هم مثل ورکشاپ میمونه، در من که چون خود سمینار در حقیقت گرفته شده، همونطوری که کسانی که توی اون سمینار بودن به حالت ورکشاپ داشتن کار میکردن، شما عزیزانی هم که در خونه هستین و دارین دنبال اون میرین، میتونین عین یک ورکشاپ باهاش کار بکنین و تمریناتی رو که ما اونجا انجام دادین رو برای خودتون انجام بدین. یکی از بهترین روشایی که میتونیم یاد بگیریم از اینه که به اشتباهات بقیه توجه کنیم، به روش های بقیه توجه کنیم. و یکی از مسائل خیلی مثبتی که ورکشاپ های به این صورت داره اینه که وقتی ما حتی خودمونم نمیخوایم صحبت کنیم پابلیکلی در جمع، کسی دیگه صحبت میکنه، اینقدر مسائل به هم شبیهه که از مسائلی که این شخص که داره صحبت میکنه ما یاد میگیریم که چیکار باید بکنیم یا چیکار کردیم. و وقتی شما راهنماییشون میکنید، اون شخصی که صحبت میکنه، ما میشنویم. برای همین این سمینارهای گروهی این حسن خیلی خوب داره که حتی اگر کسی خجالتی باشه، نخواد صحبت کنه، هنوز از مکالمه شما با شخص دیگه که توی جمع هست و داره صحبت میکنه خیلی یاد میگیره. دقیقا، یعنی یه تفاوتی هست بین زمانی که یک نفر تکی داره استفاده میکنه از روان درمانی و یا کوچینگ و مربیگری، تا زمانی که در گروه داره اون فضا رو استفاده میکنه و از بقیه هم داره لذت میبره و از تجربه اونها در حقیقت داره میگیره. میدونم که یک کتاب جدیدی در حقیقت داریم می‌نویسید و این کتاب جدید The Anatomy of Upset. بله، انگلیسیش از Anatomy of Upset که ترجمه فارسیش فکر میکنم میشه تشریح ناراحتی. تشریح ناراحتی که جنبه‌های مختلفی داره و upset به زبان انگلیسی خیلی گیراتره، ولی ما به فارسی ترجمهش میکنیم به ناراحتی، عصبانیت، دلخوری، همه اینا میره اون زیر اون چتر upset. چیزی رو میخواستم عرض کنم خدمتتون خانم دکتر، وقتی شما صحبت میکنید در مورد یک با یک تراپی کردن در مقایسه با گروپ سمینار، یه چیزی به فکر من رسید که من میبینم که وقتی خودم با کسی کار میکنم یک با یک، یا حتی توی گروه کار میکنم، توی کلاس یک نفر با صد نفر، خیلی راحتتر مسائل رو توضیح دادن، اگزمپل آوردن، مثال آوردن و مقایسه کردن. وقتی که داشتم همون سمینار رو همون کتاب می نوشتم، هر ده دقیقه به این نظرم می رسید که این کافی نیست، من باید بیشتر توضیح بدم، چون کسی صدای من رو نمی شنوه، کسی صدای کسی دیگه که داره شرکت می کنه نمی شنوه. برای همین باید می اومدم که مثال های مختلف در مورد زندگی خصوصی، زندگی کاری،
زندگی زناشویی، زندگی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند یا تو فامیل. خیلی مثالای زیادی بیارم که اینو بتونه اون ببخشید کسی که میخونه، خواننده کتاب بتونه لمس کنه. برای من به عنوان یک کوچ خیلی مهمه که کسی که کتابو میخونه یا نواری که گوش میکنه یا حتی توی جلسه شرکت میکنه بتونه لمس کنه اون تجربه ای رو که من دارم براش باز میکنم. من میتونم تجربه خودم رو بگم، ولی باید به یه صورتی باشه که اون شخص ثالث که میشنوه هم بتونه لمس کنه، احساس کنه که این واقعیه. برای همین کلمه آناتومی به نظر من خیلی مناسب اومد برای کتاب، تشریح کردنه، و واقعا لذت بردم. هنوز دو چپتر دیگهش مونده، انشالله با طرفای میبی زمستون سال آینده آماده باشه که برزیل چاپ. خب لطفا تشریح کنین تشریح ها و آناتومی در نتیجه. شاید تحقیقاتی که کردین توی مدت به خاطر این کتاب، تجربیاتی که داشتین از سالهای قبل، از گروهی که باشون مثل مراجعینتون بودن کوچ کردین و سمینارهایی که خیلی خیلی زیاد برای چندین هزار نفر تا حالا گذاشتین در عرض 20 سال اخیر، اگر بخواین یه اشانتیانش رو به بینندگان ما بدین برای اینی که تشریح کنید، اگر ما نگاه کنیم تو زندگی هممون ما ناراحتی داریم. من هنوز کسی رو ندیدم که بگه من تو زندگیم هیچ ناراحتی ندارم. حالا ممکنه بعضی موقع هم اعتیاد داریم به ناراحتی، یعنی هر چه خوشی هم جلومون بذارن کنار میذاریم دوباره میریم سراغ ناراحتی. مشکل اینه که اون ناراحتیه که من توضیح میدم ممکنه یه شخص به عنوان ناراحتی نبینه. مثلا فرض کنید شما از مامانتون دلخورین، از پدرتون دلخورین، از برادرتون دلخورین. ممکنه مخصوصا تو جامعه ایرانی که برای ما خیلی مهمه که اشخاص بیرون ما رو داخل زندگی ما رو نبینن. حالا این کتاب در مورد خانواده ایرانی نیست، ولی من چون خودم خانواده ایرانی بزرگ شدم و خودم خانواده ایرانی دارم، میبینم که ما خیلی محافظه کاریم. برای همین مثلا دلخوری از خاله رو ما ناراحتی نمیدونیم، میگیم دلخوری، همون دلخوری ناراحتیه. همین ناراحتی کوچیک بعضی وقتا وقتی بهش رسیدگی نشه بعد از 10 سال تولید ناراحتی بزرگتر میکنه. الان نمیخوام وارد یک فرهنگ خاصی بشم، از نظر فرهنگ انسانی صحبت میکنیم، شخص درونی خودمون، احساسات درونی خودمون. خیلی ساده است که ما همیشه انگشتمون رو اشاره کنیم به کسی دیگه، بگیم که تولید ناراحتی من، باعث ناراحتی من شمایید، یا اون کاره، یا اون اجتماعست، یا اون دولته، یا اون محیط زندگیمه، یا اون مسائل پولیمه. همیشه ما یه فینگر، یه انگشت، دو انگشت، سه انگشت داریم نشون میدیم به اشخاصی و یه مطالبی که باعث ناراحتی ما شدن. از یه طرف که نگاش کنیم درسته، بالاخره اتفاق میفته تو زندگی آدم، مسائلی پیش میاد که آدم رو ناراحت میکنه، ولی میخوام من نگاه کنم که چطور ما این ناراحتی رو به عنوان احساس تولید میکنیم. این ناراحتی که به عنوان یک احساس میاد به ما، به انگلیسیش میشه emotion یا feeling، به ما میاد، چطور تولید میشه. از مسائل شیمیاییش صحبت نمی کنم، من مسائل سایکولوژیش هم صحبت نمی کنم، به خودم اجازه نمیدم صحبت کنم چون من نه سایکولوژیست هستم نه MD. ولی وقتی نگاه میکنم اگه من خودم رو منبع تولید ناراحتیم بدونم، چطوری من اینو تولید کردم؟ چون اگه این توجه کنیم به جمله که عرض کردم، من منبع تولید ناراحتی خودم هستم. حالا ممکنه همه بخوان پای تلویزیون با من بحث کنن که نه، منبع تولید ناراحتی من شخص دیگه است. حالا دیگه میگه من دارم نون ماسام میخورم، گرفتم نشستم اینجا، میگی تو داری یه اتفاقی میفته، فلانی میاد اینو میگه، شرایط اینجوریه، مسائل مادی اونجوری میشه و اتفاقی داره میفته که اگر این در زندگی من اتفاق نیفته، خب مشخصا من ناراحت نیستم، دارم کارامو میکنم، میرم جلو، قشقش خندمو میزنم، پس یه چیزی داره وارد زندگی من میشه که اینه. بعد شما میگین نه، منبع منه، پس این رو توضیح بدین. مسئله خیلی حساس همینجاست که بهنام چرا میگی منبع ناراحتی من منم؟ مثلا درباره رابطه صحبت میکنیم، درسته؟ رابطه زناشویی، همسر، یکشون فرق میکنه، مرد یا زن، ول میکنه میره، میگه آقا من این زندگی رو نمیخوام، نمیتونم بسازم، میخوام جداشم، به جداییش کار ندارم. خیلی راحته که الان بینندگان عزیز بگن
خب ببینم تو میگی منبع ناراحتی که خانم من ول کرد رفت منم، اون ول کرد رفت، من که نشستم سر خونه زندگیم، درسته؟ من میگم آره در فیزیکال، در زندگی، در از جنبه فیزیک که نگاه کنین، از جنبه حرکات بدنی که نگاه کنین، بله این خانم گفت اینو 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 این ظرف 3 سال گذشته، بعدم پاشد این چمدون رو بست و رفت و از در خونه رفت بیرون. یعنی شما الان مثلا یه پرنده توی قفس باشه این مسئله رو نگاه کنه چی میبینه؟ فقط میبینه دو نفر با هم در رو بست میکنن، یه نفرشون چمدون رو جمع کرد و در رفت بیرون، بعد نفر دوم نشسته گریه میکنه یا ناراحته یا عصبانیه یا داره صندلی میشکنه. من میگم بین این یه اتفاقی افتاد. اگه شما مسئله فیزیکالنسش رو بکشین کنار، یه مسئله افتاد، این شخصی که صندلی رو داره میشکنه یا داره فریاد میزنه چه احساسی کرده، اون اموشنش چی بوده، اون اولین المنته. شما اگه بذاریم بالا، من این بالا اینجا یه خط میکشیم، یه ارو بذاریم اموشن، احساسات طرف. احساسات طرف، عصبانیت، انگر، فریاد زدن یه اموشن دیگه تولید میشه، آدم فریاد میزنه، درسته؟ فریاد زدنش رفتارشه، ولی احساسی که تولید میشه احساس خیانت بهش شده باشن، بیترید، احساس خیانت شدن، احساس ارزش قائل نبودن، من بی ارزشم، منو ول کرد رفت چون برای من ارزش قائل نیست، احساس بی احترام کردن به من، برای من احترام قائل نبوده برای همین رفته، احساس اینه که توقع زیادی از من دارن، هر چی که من دادم کافی نبوده. چه معنی در کنارش که اون احساسا به وجود میاد؟ اون معنا از معنا از ریگرت میاد، از ریزنتمنت میاد که من هر چی کردم تو سپاسگزار نبودی. اینو من تو کتاب شاید مثلا مجبور شدم 40 صفحه توضیح بدم، چون احساسات یک احساس خاص تنها نیست، احساسات زیادی میاد که باعث قلیان در وجود انسان میشه. ولی در مورد رابطه صحبت میکنیم، در مورد رابطه به خصوص یکی از احساساتی که خیلی جریحه‌دار میشه سریعا اون احساسی که من ارزشمند نبودم، برای من ارزش قائل نبودی یا برای من احترام قائل نبودی یا من مرد کافی نبودم یا من زن کافی نبودم، چطور که این بستگی پیدا میکنه به اون صحبت سکشوالیتی که تو کلاساتون اجرا میکنین، که حتی من که خودم رو به تو تقدیم کردم هنوز کافی نبوده. تمام اینا مثل یه جنبه خیلی بزرگی میشه که آدم رو میخوره، همین این احساسات. و بعد معنیایی که ما به احساسات اضافه میکنیم، معنی ها به وجود میاد که اصلا احساسات به وجود میاد. بله. در آن واحد شما میگین که پارالل این دو تا داره با هم میاد، یعنی یه معنی میاد در کنار معنی احساس میاد. بله. احساسی که داره میاد در پشتش یه معنی هست، اینا هم دیگه فید میکنن، مکررن با هم داره. بله. این اتفاق میفته که اینها میاد. حالا چیزی رو که ما خیلی بیشتر حس میکنیم احساس هست که داریم حس میکنیم. بله. چون چیزی که بلاخره در بدنمون هم اتفاق میفته، بله، احساس رو حس میکنیم، ولی پشت احساسا که نگاه میکنین معانی خیلی زیادی نشسته که اینا با هم دیگه ادغام میشه که اون احساس رو کاملا درست میشه. شما فرمودین ما احساس رو لمس میکنیم، احساسی رو که حس میکنیم، درسته؟ و چون حسش میکنیم فکر میکنیم واقعیه. حالا این کلمه واقعی رو میخوام یکم بشکافم. واقعی نه که مثلا این میز واقعی الان جلوی ما، توی کانتکس فیزیک، توی فیزیکالیتی این واقعیه، ولی تو به من احترام نمیذاری واقعی نیست. احساس میکنیم که واقعیه چون توقعاتی داریم، اسپکتیشن هایی داریم، اینا با هم میاد، این فیلینگ و این معنی هایی که از اسپکتیشن، انتظارات و توقعات ما میاد، اون رو به صورت خیلی واقعی اجرا میکنه. برای همین میبینی کسی که حتی میره کسی رو میکشه به خاطر اینکه احساس بی احترامی بهش دست داده، اینقدر براش واقعیه که حتی دست به قتل هم میزنه. اینقدر واقعیت داره، واقعیت احساسی براشون، اموشنال داره. بعد اسپکتیشن هم بسیار منبع قویه که هر دو اینا با هم میان. اسپکتیشن که ترجمه فارسیش انتظار و توقع داشتنه. یکی از اسپکتیشن های بزرگ ما اینه که شما باید اینجوری باشی، یا شما، یا برعکسش شما نباید اینجوری باشی. یه سری چارچوب ها بل. تو ذهنیتمون به وجود آوردیم و در اون چارچوب ها اشخاص دیگر رو ماها یا نظر روشون میدیم، میگنجونیم، ایوالویت میکنیم،
و اونجاست که شما میگین که وقتی که یک مسئله به توی اون چارچوبی و استانداردی که ما به وجود آوردیم نمیگنجه، این توقعات انتظارات میزنه بالا. بله، ما از زمان بچگی خودمون شنیدیم که بچه باید اینجوری باشه، مدرسه که میری باید اینجوری باشی. من نمیگم بده، ولی خیلی مثال کوچیکشو دارم عرض میکنم. وقتی که توقعات یه خانم جوان یا یه پسر جوان قبل از ازدواج توقعات زیادی هست که حتی در موردش صحبت نمیشه، یه توقعاتی هست که دربارش ما صحبت میکنیم، یه توقعاتی هست که اینقدر برای ما واقعیت داره که حتی فکر میکنیم دربارش صحبت نکنیم هم اجباری نیست. شما باید بدونی که باید اینجوری باشه یا نباید اونجوری باشه. اونه که واقعا باعث خرابی زندگی رابطه داخلی میشه، چون این توقعات رو ما قبلا با هم صحبت نکردیم، با هم نیاوردیم رو میز باز کنیم که آقا من میخوام زندگی کنم، اینجوری میخوام زندگی کنم و اینجوری نمیخوام زندگی کنم. مثل این میمونه که مثلا اگر که بارون بیاد من خیس میشم. بله، درسته. در نتیجه یک فضای خیلی طبیعی برای من وجود داره که انگار هر کسی که زیر بارون باشه خیس میشه، ولی در مسائل احساسی و ارتباطات بین هم دیگه ما یک سری انتظارات و توقعات داریم که این انتظارات و توقعات الزاماً این نیستش که همه همونطوری تجربهش میکنن، ولی من مدلی باهاش رفتار میکنم و در نتیجه احساس میکنم احتیاجی نداره بگم، من هر دفعه احتیاجی ندارم بگم بری زیر بارون خیس میشی، چون دیگه قاعدتاً میفهمی دیگه، همه میفهمن، همه میدونن، همه تجربه کردن زیر بارون برن خیس میشن. ولی شما میگین که احساسات و توقعات و انتظارات خصوصی ما در هر شرایطی از اون استانداردها چارچوبایی که درست کردیم با اینی که مال ماست مدلی با اونها هستیم، از اف که باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه، مثل این که خب همه میدونن چون یه قانون فیزیکی هستش که همه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، یا نباید اینجوری باشه یا باید این کارو بکنی یا نباید این کارو بکنی. و اینا همه از تجربیات بچگی میاد، از تجربیات تو فامیل بزرگ شدن، تو چه شهری بزرگ شدی، تو چه کشوری بزرگ شدی، با چه مذهبی بزرگ شدی، با چه فرهنگی بزرگ شدی. و این باعث شده که خیلی از مسائلی که توی زندگی زناشویی اتفاق میفته این تجربیات، این توقعات از این تجربیات ریشه میگیره که ما فکر میکنیم مثلا میبینیم که با یک فرزند فرض میکنیم یه خانم ایرانی با یه آقای غیر ایرانی زندگی میکنه، یا بالعکس اگر اینا نشینن این فرهنگ رو باز نکنن، اول بسم الله که من اینجوری بزرگ شدم، توقعم اینجوریه، من اینجوری میخوام، من اینجوری نمیخوام، من اینجوری حاضرم بکنم، اونجوری حاضر نیستم بکنم، همه اینا اگه بیاد مطرح بشه خیلی راحتتر با هم زندگی خواهم کرد. این مسئله خیلی کمتره تو بچه هایی که اینجا بزرگ شدن، مثلا جامعه ایرانی، بچه هایی که تو اروپا و تو امریکا و تو جامعه خارج از ایران بزرگ شدن این مسائل کمتر دارن با یک همسر غیر از ایرانی، چون که بیشتر رابطهشون بازتر بوده از بچگی، بیشتر تو زندگی غربی آشنا شدن، بیشتر یاد گرفتن چطور صحبت کنن، چطور حرفاشون رو بزنن، چطور توقعاتشون رو بگن، چطور مسئول باشن برای توقعاشون. یعنی فرهنگی رو که میفرمایی یه مقدار متفاوته. بله. اینه که در فرهنگ ما ایرانیان یک سری ضوابطی وجود داره که قاعدش اینه که همه توی اون ضوابط کار بکنن. بله. در حالی که در فرهنگ غرب درسته که ضوابط وجود داره، ولی چون فردگرایی و اندیویدوالیسم بیشتر رواج داشته، فضایی که اون شخص و اون فرد بتونه از احساسات خودش، از انتظارات خودش، عقاید خودش رو یه گفتمانی باهاش داشته باشه و یه رفت و برگشتی باشه بیشتر در اون فرهنگ ساختار بود. در حالی که در فرهنگ ایرانی ساختار جامعه و فرهنگ و جوری که گذاشته شده به خاطر اینه که فرهنگ بیشتر به جای فردی حالت اجتماعی داره، آدم‌ها باید تو این فضای اجتماع جا بگیرن وگرنه آوتکستن، میرن بیرون. به خاطر اونه که به نظرم میاد میفرمایید که در خانواده‌های ایرانی و یا در کسانی که ارتباطاتی که ایرانی‌ها با هم دارن انتظارات نهفته‌ای که وجود داره که جزء فرهنگ و چارچوب اون فرهنگ هست خیلی زیادتره، خیلی تا زیادتره. و گفتمانش کمتره تا فضای غربی کاملا. و شما ببینید اینو بچه‌های جوان میارن تو زندگی زناشویی‌شون و من خودم با تجربه خودم میگم حداقل 8 تا یا 9 تا از 10 نفر کاپلی که من صحبت میکنم
این توقعات براشون باز نشده، نشستن با هم دیگه باز کنن. و خیلی عمیق‌تر هم اگر بریم دو زندگی زناشویی، مسئله سکشوالیتیشون که اصلا با هم صحبت نمی کنن، در فرهنگ ما اصلا در فرهنگ ما نیست که اینو قبلا صحبت کنیم یا قبلا انگیج باشن با هم، برام این خیلی مسائلی به وجود میاره. من حتی دیدم که یک طرف یک پارتی از حد دو نفر مثلا حتی به اون اوج لذت جنسی هم که میرسه حالت بلی بهش دست میده، احساس گناه میکنه چون تجربه ای نداره، چون دربارش صحبتی نشده. تو زندگی های زناشوییشون، زندگی سکشوالیتیشون خیلی سیپرسن، خیلی اونو به اصطلاح درش روش گذاشتن و نمیذارن که حتی دربارش صحبت بشه، به خاطر شرم، به خاطر حیا، به خاطر ناراحتی، به خاطر که اگه من یه چیزی بگم ممکنه طرف مقابل رو ناراحت کنه و دلخور کنه، خیلی اینو سیپرس کردن. اگه اجازه بدیم زبان آگهی ها رسیده، با ما باشید تا چند لحظه دیگه دوباره با شما. خرد زندگی، مجموعه از سیدی های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای foojan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. Dr. Foojan Zeine. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshandeh, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And we'll give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. My New Life، DVD سخنرانی در مورد رهایی از اعتیاد و رفتارهای معتادگونه، بیماری اعتیاد از دیدگاه‌های مختلف، تأثیرات مواد در بدن و روی مغز و تأثیر بیماری اعتیاد در شخصیت افراد و افراد فامیل، به وسیله سخنرانان دکتر فوجان زینی، دکتر ایرج شمسیان و مجید مولوی پور به زبان فارسی. برای سفارش DVD با شماره تلفن 818-519-5940 818-519-5940 و یا تارنمای mynewlifeprogram.com تماس بگیرید. نیلو بحری هستم، میکاپ آرتیست، هیر استایلیست. زیبایی یک هدیه نیست، حق مسلم شماست. محصولات آرایش میبا قدم به قدم در خدمت زیبایی شما. 310-477-8466 www.miba510.com. محصولات آرایش میبا در خدمت زیبایی شما.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو، 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ملانج. ملانج تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنی یا جوش و غرور جوانی. با ملانج همیشه جوان بمانید. برنامه ندای درون مجدداً خوش آمدید با دوست عزیز و مربی بیزنس و لایف، مربی زندگی جناب آقای بهنام بخشنده. گفتگوی داریم راجع به اناتومی آف اپست، تشریح دلخوری و ناراحتی، که اسم کتاب جدیدشون هم هست. صحبت میکنیم در مورد انتظارات. انتظارات به جنبه‌های مختلف خودشونشون میده. توقعات و انتظارات به جنبه‌های مختلف. یکی اینه که بودن و نبودن، باید اینجوری باشی یا اونجوری نباشی. یکی انجام دادن و انجام ندادن، مثلا این کارا باید اینجوری انجام بشه، کارا اینجوری نباید انجام بشه. یکی اینش اینه که یکیش هم هست که توقع داشته باشی که از دنبال ما دنبال روی بشه. Follow me, I'm directing. من میگم تو انجام بده. این توقع خیلی زیاده تو جامعه بشری. کاری که من میگم انجام بده، یه حالت domination داره، یه حالت کنترل داره که کاری که من میکنم انجام بده. توقع داریم که یکی از توقعات بزرگی که یک بیزنس من یا یک بیزنس با من داره چیه؟ که من آفیس رو وا کردم، خرج کردم، شما رو هم استخدام کردم، من توقع دارم که کاری که من میگم انجام بدین. این در حالت بیزنسش اشکال نداره، ولی در حالت شخصیش ایجاد اشکال و ناراحتی میکنه تو زندگی زناشویی، تو زندگی های خانوادگی، حتی بین پدر و فرزند. تو جامعه های ایرانی چون پدر کنترل زیادی داره رو بچه ها، بهشون میگه چی کار کنن چی کار نکنن، ایجاد ناراحتی میکنه برای خودشون اگه بچه ها انجام ندن، ایجاد ناراحتی میکنه واسه بچه ها وقتی که مجبورن، احساس میکنن که مجبور شدن که این کار انجام بدن، بعد احساس ناراحتی میکنه براشون و باعث چی میگن گفتگوهای بین هم میشه، یا باعث این میشه که بچه بره کار رو انجام بده قایمکی، مخفیانه انجام بده و بعد پدر مادر میفهمن و دوباره باعث ناراحتی میشه. برای کلی کردن این مسائل من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم که نگاه کنن تو زندگی خودشون در این لحظه بدون هیچ رواسی با کسی، توی اون درون خودتون نگاه کنین چقدر ناراحتی هایی که از زمان جوانی براتون ایجاد شده. اگر توقعاتون رو کم میکردین، اگر انتظاراتون رو کم میکردین، اگر زیاد به احساساتتون توجه زیادی نمیکردین، بلافاصله امریکایی بهش میگن هوک میشه، قلاب بگیر آدمو بکشه، درسته؟ اگر سریعا هوک نمیشدین الان چه وضعیت متفاوتی داشتیم تو زندگی زناشوییمون، تو زندگی اجتماعیمون، تو زندگی فامیلیمون، تو زندگی با برادر و خواهر و خانوادهمون. خیلی مسائل کوچیکی ایجاد میشه، اتفاق میفته که ما اگه بهش توجه نکنیم بزرگ میشه. من در این کتاب دارم سعی میکنم که به خواننده توضیح بدم که نگاه کن ببین چه اتفاقی افتاد و تو چه احساسی کردی از اون اتفاق و چه انتظاری داشتی از اون اتفاق یا بعد از اتفاق چطوری اومد برای تو یه تجربه ایجاد کرد. یکی از مسائلی که شما دارین مطرح میکنین و خیلی از دوستان وقتی که اینا رو مطرح میکنین برمیگردن میگن که ما نمیفهمیم یک دفعه اتفاق میفته و و و و اینقدر سرعت پیدا میکنه این جریان که راست میگین اتوماتیک میشه، مثل رانندگی. مثلا ما دفعه اولی که داریم رانندگی میکنیم
هر قدمی، هر کاری، هر نگاهی که تو آینه میکنیم، نمیدونم ترمز میگیریم، گاز میدیم، کسی که دنده ای راند میکنه چجوری دنده رو باید حواسشون باشه، کجا کلاج بگیرن، کجا دنده رو انجام بدن، حواسشون به همه جا باشه، مکانیکیه، اوتوماتیک نیست. یعنی هر لحظه رو حواسشون هست. بعد از یه مدتی همه چیز میشه تو اوتوماتیک. ما تازه داریم غذا میخوریم، پای تلفن حرف میزنیم، هزار تا کار دیگه هم میکنیم، دی دریمینگ تو افسانه های خودمون هستیم، مثلا نمیفهمیم از کجا به کجا، به محل چجوری رسیدیم. یعنی به این حالت ما سرعت پیدا میکنه اوتومات شدنمون توی رفتار، حرکات، افکار و احساسات. و این سیستم مغزیه که همه ما انسان ها داریم و کاربرد بالایی داره، به خاطر همین هم میتونیم خیلی کارهای بکنیم. کاری که شما دارین میکنین، کاری که در مربیگری یا تو کتابتون داریم میکنیم، روانشناسی میکنیم، خیلی موقع اینه که یک دفعه یک لحظه ای رو برمیداریم و باز میکنیم و فریز میکنیم، فریز فریم میکنیم، نگه میداریم. مثل مثلا یک قسمتی از بدن رو شما اون لحظه کت سکن میکنی و اون سکنش رو داری نگاه میکنی، اون لحظه رو شما داری صحبت میکنی که اگر من همچین اتفاقی افتاد نگاه کنم ببینم اگر دل خورم، یعنی وقتی احساس دلخوری دارم بعد یه دفعه فریز فریمش کنم، نگاه کنم احساسم چیه، معانی که بهش دادم چیه، واقعه اصلی چیه، انتظاراتم چیه، توقعاتم چیه، چجوری یک واقعه رو که به وجود اومده که ممکنه هیچ معنای به خصوصی نداشته باشه با انتظارات و توقعاتی که دارم که از قبل به وجود اومده یک معنای به خصوصی بهش دادم، توی این معنایی عالم احساساتم بهش چسبوندم، تو بدنم هم دارم حسش میکنم و بعد که این اتفاقا میفته مقصرش هم یکی خارج از خودم میبینم و بعدش هم این جریان رو بعد که خارج از خودم میبینم قاعدتا یه دونه فلسفه بافی کلی هم راجع به خارج از خودم هم میکنم و آدم ها اینجورین و مرد ها اینجورین و زن ها اینجورین و ایرانی ها اینجورین و تهرانی ها اینجورین و کرد ها اینجورین، همه اینا رو درست میکنم و بعد حالا میخوام توی این زندگی بکنم. و کاری که شما دارین میکنین اینه که میگم فریز فریم میکنین، باز میکنین، میگه حالا اینو نگاه کن و اینجا ببین کدوم قسمت این به دردت میخوره، به دردت نمیخوره، میتونی تغییر بدی، چیکار کنی. اون لحظه‌ای که خانم دکتر شما فرمودین، اون لحظه رو همش تجربه اکسپریانس، این تجربه است که باعث میشه ما خودمون رو جدا کنیم. همینجوری که شما فرمودین بسیار هم عالی فرمودین، اون لحظه رو ما اگه باز کنیم، حالا ممکنه بعد از اتفاق هم باشه. مثلا مثالی که من اول عرض کردم، شوهر خونه است، زن ول میکنه میره، میگه آقا من خواهم طلاق بگیرم، میره. ممکنم از طلاق انجام بشه، ممکنم از نشه. ما درباره این صحبت نمی کنیم که کاش که میشد اون عوض کرد. از این لحظه، از اون تجربه، اگه همینجور که شما گفتید اینو ما فریز کنیم، برای اون شوهر یا برای اون همسر خانم باز کنیم، حداقل ممکنه یاد بگیرن توی ازدواج بعدیشون این کارو نکنن. بله. ممکنه بعضی وقتا میگن یه آب که از سر گذشت دیگه گذشته، یه بعد فردا این کارو نکنن، حالا به ازدواج بعدی نرسه. خدا رحمت کنه پدرم، به وقتی که من ازدواج کردم گویه چی بهت میگم، اون پرده احترام بین خودت و همسرت رو مطمئن باش خراب نشه، چون پرده احترام اگه خراب شد درست شدن نیست. برای همین عرض میکنم خیلی ازدواج ها متاسفانه نمیشه درستش کرد، چون یا هر یک شخص یا هر دو شخص اون پرده احترامو کاملا از بین بردن و دیگه نمیشه درست کرد. ولی حداقل میشه بهشون یاد داد نگاه کن چه اتفاقی افتاد، نگاه کن که تو چرا اینو گفتی، چرا اونو نگفتی، چرا اینجوری عمل کردی، چرا اونجوری عمل نکردی. خیلی آسونه که ما ماشین اونو میریم میدیم مکانیک که وارد نگاه کنه، که تایمینگش رو درست کنه و سوپاپش رو درست کنه و بنزین و فیلترش رو درست کنه. کاری که ما برای مردم میکنیم همینه، باز کنیم، میگم آقا این موتوری که میبینی توی، اگه روغن سوزی داره با روغن اضافه کردن روش کارش درست نمیشه، باید گسکتش عوض کنی، درسته؟ ولی زندگی های رابطه شخصی هم همینجوره، اگه تو با این لحن داری صحبت میکنی که باعث میشه شنونده همچین احساسی بکنه، همچین تجربه‌ای بکنه و خودش از تو بکشه کنار، چرا صدات عوض نمیکنی و بعد توضیح بدی چی میخوای با یه صدای دیگه، با یه لحن دیگه، با یه لغت دیگه، که اون شخص که احساساتش جریحه دار شده بفهمه. بعد بهش یاد بده که بابا تو احساساتت خیلی زود جریحه دار میشه، بیا با این صحبت کنیم که تو چرا خیلی زود
جایی دار میشی. یکی از پیش فرضایی که به نظر من این مسئله ناراحتی رو به وجود میاره، پیش فرض اینه که اصلا من حق دارم که ناراحت باشم. یعنی خیلی از ماها حقانیت این رو که اگر من عصبانی میشم حقمه که عصبانی بشم و ناراحت بشم، و خب حتما شمایی که من ناراحت کردی، اتفاق جلوی من هستش که من ناراحت کرده. و یکی از پیش‌فرض‌هایی که باید تغییر پیدا کنه که اون بتونیم مثلا اون حالت اسکن اونجا رو انجام بدیم و بعد یک دیدگاه دیگه هم بهش داشته باشیم، حتی وقتی که داریم نگاه میکنیم، چون من میتونم همه اینا رو نگاه کنم و دوباره از اون حقانیتم هم که حقم ناراحت بشم، همه این فضا رو برم جلو و دوباره آخرش به خودم حق بدم که آها با تمام این معانی که دارم واسم حق دارم که دلخور بشم. یکی از پیش‌فرض‌هایی که باید تغییر پیدا کنه، که البته به نفع شماست به خاطر اینکه اتفاقی که میفته با دلخوری اینکه خودتون رو ناراحت می‌کنین، اینه که تغییری بدیم به این پیش‌فرض که حقانیت ناراحتی رو از خودم بگیرم. یعنی فکر بکنم که خب این یک دردیه که من دارم به خودم میدم، به چه فایده ای داره که من مکررن با این مدل فکر کردن با این شرایط هی این درد رو برای خودم به وجود بیارم. فایدهش اینه که بهانه‌ای دارین که عوض نشی. بله. اون بهانه است که اون تجربیاتی که ما جمع کردیم واقعا براش قیمت زیادی پرداختیم. بعضی وقتا یه تجربیات رو من درباره خودم صحبت میکنم، 56 سالمه، برای این تجربیات من براش قیمت زیادی پرداختم. وقتی بیام نگاه کنم بگم من این تجربه کردم یکی دو دفعه سه دفعه چهار دفعه و من اینجوریم، من اینجوری دلخور میشم و من اینجوری به بر میخوره، همه باید بیان خودشونو درست کنن به خاطر من و اون استانداردها و ضوابطی رو که من میگم رو باید پیاده کنن تا جزء دنیای من بشن، و اگر نشن جزء دنیای من نیستن. برای همین تو رابطه ها میبینید که همه تو جیباشون یه سری کارتای از پیش پرداخت دارن که باید با من اینجوری باشی، تو نباید با من اینجوری باشی، من اینجوری توقع دارم. این کارتا رو کسی نمیبینه تو پاکت شما، تو جیب شما کسی نمیبینه، ولی همه اون کارتا به ما وصله. این تجربه، این بهانه باعث میشه که ما همیشه این تجربه رو با خودمون بکشیم و همیشه بتونیم یه حرف داشته باشیم که بزنیم آقا چرا وزن کم نمیکنی؟ من نمیتونم وزن کم کنم، من تجربه تلخ داشتم وزن کم کردن، دیگه نمیتونم برم این کار انجام بدم. چرا دوباره ازدواج نمی کنی؟ چرا دوباره تو رابطه زناشویی نمیری؟ همونجور که شما فرمودید، نه مردا همه اینجوری هم، نه زنا همه اینجوری هم. میدونی من چند دفعه شنیدم از خانوما ایرونی، مردا ایرونی همه اینجوری هم. بعد از مردا ایرونی میشنم میگن زنا ایرونی همه اینجوری هم. میگم از کجا میدونی؟ تو ممکنه با یکیشون ازدواج کردی یا با دوتشون ازدواج کردی و سه تاشون رفتی بیرون، ماشاءالله 30 میلیون هم، یکی دوتا که نیستن. تو جامعه بشریت نصف جامعه ما زنن، نصف جامعه ما مردن، ولی به خاطر ناراحتیه که شده، اتفاقاتی که افتاده، تصمیماتی که ما میگیریم و تجربیاتی که میاریم جلو، بهانه‌ای میگیریم که خوشحال نباشیم، بهانه‌ای داریم که پروداکتیو نباشیم، بهانه‌ای داریم که نریم دنبال کاری که دوست داریم. و هر کس بگه آقا تو چرا خوشحال نیستی، ما همیشه این بهانه رو داریم که این دلیل خوشحالی من نیست. یه دونه برنامه‌ای داشتیم تقریبا یک هفته پیش بود که با دو نفر از دوستان، خانم سروش و همایون نژاد، داشتیم صحبت می‌کردیم که یک پارکی که برای خنده و شادی رفته بودیم. خیلی جالب بود که یک خانومی اونجا نشسته بودن و می‌دونم که داشتن شوخی می‌کردن، ولی شوخیشون بسیار بجا بود و تو شوخیشون گفتش که یعنی من دیگه دلخور نشم، یعنی من دیگه عصبانی نشم، یعنی من دیگه پشت سر کسی حرف نزنم، یعنی اینی که با کسی دعوا نکنم، یعنی اینی که واسه خب بعد رفت توی بگه حق خودمو نگیرم، بعد شد مثلا این جریان، یعنی شد حق خودمو گرفتن. و با اینی که میگم من میدونستم اون موقع داشتن با من شوخی میکردن، وقتی که داشتیم میگفتیم خب میتونی که برای شاد بودن باید حواستون باشه که اینا رو حواستون باشه کنار بذارین که تازه بتونین شاد باشین. ولی تجربه این شوخی که ایشون داشت میگفت یک واقعیتی در کنارش هست و اونم اینه که ماها یک لذتی میبریم همونطور که شما گفتین و یک سری مواد شیمیایی در بدن ما ترشح میشه وقتی یک احساس به خصوصی داریم و بهش عادت کردیم. و اگه در خانواده هم بزرگ شدیم که کلن فضای دلخوری و ناراحتی و میگن تراما شیرینگ، فقط داریم در میون میذاریم
وای ببین چقدر بدبخت شدم، نه اون که چیزی نیست، بذار ببین من چقدر بدبخت شدم. نه بابا بدبختی تو که کافی نیست، بذار بدبختی خودمو بگم. وقتی عادت کردیم به این نوع برخورد، و اگر کسی راجع به موفقیتش صحبت بکنه بگن که زیادی داره خودش تعریف میکنه، ببین کلش کجا رفته دیگه، باد کرده، و به خاطر همین یا مثلا وای 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 خوبیاتو نگو، چیزایی که خوب بوده نگو، بلکه حسودیشون میشه، چشت میزنن، عادت ندارن. در نتیجه جامعه هم شدیم که عادت کردیم که بیشتر بدبختی و ناله کردن و غر زدن و پشت سر هم بد گفتن و اینا رو یه مقدار رواج بدیم. در اون فضا باز میتونیم نگاه بکنیم که چقدر با اینی که ممکنه احتیاجی نباشه مکررن بریم به مسائل ناراحتی و دلخوری هایی که در فضا هست و منفی، مسائل منفی که در فضا هست رو بیشتر برداریم و باد بزنیم و بزرگترش بکنیم، تا اینکه رویه مثبت اندیشی و یا مثبت نگاه کردن رو جزوی از رویه زندگیمون بکنیم. یه نکته رو میخوام عرض کنم خدمت خانم دکتر. وقتی من میگم مسئول باشیم برای اینکه ما خودمون بنیاد ناراحتی خودمون رو گذاشتیم، عامل ناراحتی خودمون هستیم، من نمیگم شما مقصر هستید. توی اون طلاق، من مسئله طلاقی با هم صحبت کردیم، این آقا ممکنه مقصر نباشه بخاطر اینکه خانم زندگی رو برکنده رفته، یا خانم مقصر نباشه بخاطر اینکه آقا رفته. من نمیگم شما مقصرین به خاطر اینکه همسرتون ولکده رفته. من اونو بین خودتون و همسرتون رو بشین نگاه کنیم چه اتفاقاتی افتاده، کی چی کرده، کی چی نکرده، درسته؟ اون به جدا. من میگم اگر میخواین زندگی آرومی داشته باشین بعد از اینکه این همسر رفته، اگر میخواین زندگی زناشوی بعدی بهتر باشه، مؤثرتر باشه، زیباتر باشه، خوشحالتر باشه، باید برگردین نگاه کنین، تشریح کنین که این ناراحتی تو زندگی چطور به وجود اومد، چقدرش بستگی به احساسات من بود، چقدرش بستگی به اون انتظارات من بود، چقدر تجربیاتی که من به نسبت انتظاراتم و احساساتم خودم برای خودم ساختم باعث این شد. نه که دلیلم نداره که اون همسر سابق برگرده، ممکنه باز برگرده خوشحال باشه ببینه شما واقعا دارین به خودتون نگاه میکنین، ولی شما اگه میخواین زندگی خودتون رو بکنین، ما که همه 200-300 سال که زندگی نمی کنیم، که الان اوریج 85 سال تا 95 سال، خدا کنه همه 120 ساله باشن، ولی واقعیت اینه که من زندگی خودم رو نگاه میکنم، من میگم برای خودم من ممکنه 20 سال 25 سال دیگه زندگی کنم، از این 20-25 سال ممکنه 15 سال تا 18 سالش هنوز بتونم رو پای خودم باشم و پروداکتیو باشم. چرا نرم نگاه کنم که من چطوری میذارم احساساتم و انتظاراتم برای من تجربیاتی به وجود بیاره که از زندگیم لذت نبرم؟ من اینو دارم میگم، نمیگم کسی مقصره یا مقصر نیست، یا تقصیر ایشون بوده یا تقصیر ایشون بوده. من نه قاضیم، نه جوری، نه کسی که به کسی اتهام بزنم. یه مسئله خیلی مهم اینه که خب درصد افسردگی در دنیا مکررن داره بالا میشه، با اینی که کسانی مثل شما، مثل مربی کوچ هستین، روانشناسا هستن، دارو درمانی بسیار زیادی به خاطر افسردگی هست، ولی کماکان افسردگی داره بالا میره و نگه داشته میشه، و خانم ها در بقیه قسمت های دنیا، مثلا ممالک غرب، دو برابر آقایون، و بعد در ایران و ایرانیان چهار برابره آقایون، مثلا در ایران، حالا نه ایرانیانی که در امریکا هستن، باز همون دو برابر هست. دلایلی هستش که چرا خانم ها بیشتر از آقایون هستن، و چرا مثلا در ایران و یا ممالکی که کلا شاید سخت‌تره برای خانم ها، چهار برابر ممکنه باشه. ولی یه قسمتی از این مسئله افسردگی با ثابت شده که کسانی که میرن پیش مربی ها یا میرن پیش روانشناسا و شروع میکنن دیدگاهشون رو راجع به طریق دیدگاهشون و مدلی که دنیا رو زندگی نگاه میکنن و با دنیا رفتار میکنن و معنی بهش میدن تغییر میدن، اون آدم ها میتونن تأثیری بذارن در افسردگیشون و افسردگیشون رو رها میکنن. و در نتیجه این anatomy of upset یکی از مسائلی که به هر صورت anxiety، تشویش و اضطراب و افسردگی رو به وجود میاره، یه مقدار زیادیش دلخوری هاست. وقتی این دلخوری ها روش
نگاهی نمیشه، تغییری پیدا نمیکنه و روی هم دیگه انباشته میشه است که تبدیل میشه به افسردگی و وقتی که یک مقدار از این فلسفه های کلی راجع به مسائل خودم و دنیا رو به وجود میارم که تبدیل میشه به افسردگی. ولی وقتی افسردگی رو باز بکنیم میبینیم دلخوری های کوچیکه که وقتی اینو باز نشده و در کنار هم انباشته میشه تبدیل میشه به افسردگی. و اگر ما بتونیم همونطور که شما میگین این مدل رو باز بکنیم و دلخوری ها رو نگاه کنیم، طریقی که من سیستمم، توقعاتم جوری استانداردیزی کرده که اینا رو برداشته و مکررن وقتی یه سری چیزا پیش میاد دلخور میشم، اگه بلد نباشم باز کنم، مدلم رو عوض بکنم، دیدگاه هم عوض بکنم، خب قاعدتا زندگی افسرده و ناراحت و دلخوری رو پیش میگیرم و میرم جلو. اگر ما بتونیم یاد بگیریم با این گسستن کردن و این باز کردن خودمون نگاه کنیم، بعد میتونیم واقعا مسئول باشیم که به شخصی که داریم باش ازدواج میکنیم یا باش هستیم زندگی میکنیم یا حتی کار میکنیم درسته براشون توضیح بدیم که آقا من اینجوری فکر میکنم، من اگر با من اینجور رفتار بشه اینجور ناراحت میشم، با من اینجوری به من اینجوری دست نزنین، مثلا با من اینجوری حرف نزنین، به صورت مسئول بودن نه توقع داشتن و فشار آوردن خیلی باعث میشه که اون شخص مقابل یاد بگیره که با شما چطور رفتار کنه، باعث ناراحتی های کمتر میشه. مثلا در مورد روابط زناشویی، روابط جنسی بین دو نفر واقعا با همدیگه صحبت نمی کنن که چی دوست دارن چی دوست ندارن، چی ناراحتشون میکنه چی ناراحتشون نمیکنه. و حتی وقتی میگن که من میخوام اینجا برای تو باشم و میخوام به تو لذت بدم، واقعا نمیگن چی به من لذت میده و چی به من لذت نمیده، چی به من دلخور میکنه. من خیلی از کاپولا رو میبینم که حتی به خاطر که اون شخص حرفی زده تو وقت خواب یا صحبتی کرده کار داره به طلاق میکشه، چون بهشون برخورده به صورت اهانت نگاش کردن، نه به صورت کسی که داره خودشو اکسپرس میکنه جنبه میده. برای همین عرض میکنم باز کردن ناراحتی ها بد نیست، اگه بازش داریم میکنیم که ازش یاد بگیریم، نه باز میکنیم که ببینیم کجا ما به نفع ما بوده، کجا ما میتونیم اینو استفاده کنیم دوباره کسی رو منیپولیت کنیم، سر کسی بازی در بیاریم. باز کنیم که ببینیم بابا اگه این اتفاق برای من یه دفعه دو دفعه سه دفعه افتاده، شاید من درش یه جنبه‌ای دارم، شاید من تو شریکم تو این تجربه‌ای که تو زندگی خودم به وجود اومده. دقیقا، یعنی اگه کلیگرایی رو یه مقدار تغییر بدیم به اینی که همه با من این کار رو دارن میکنن، زندگی من اینجوریه، شانس بدی دارم، یه سری معانیه که مثل فرمول به وجود آورده و اینا رو اگر باز بکنیم میتونیم که تغییراتی بدیم تو اون قسمت هایی که حداقل من کنترل دارم باشه. اگر که جایی هست که من کنترل دارم حداقل میتونم کاری راجبش بکنم، جایی که کنترل ندارم خب باید نگاه بکنم به اینی که با فضایی که کنترل ندارم چطور میتونم بکنم. و این خودش خیلی مهمه. این DVD که مال ارتباطات و Power of Two، سمینار Power of Two هست رو میتونن اشخاص از شما تهیه کنن. اگر بخوام با تو تماس بگیرم، Prime Co-Education، Prime Co-Education spell P-R-I-M-E-C-O education.com، اونجا ما تو آنلاین استور هست، میتونن تهیه کنن، با آفیس شما میتونن تماس بگیرن، با تلفنی که شما ابتدا میکنن اینجا میتونن تماس بگیرن. و توی اون سمینار من و شما در مورد این خیلی کار کردیم که مردم ببینن که چطوری دارن تو زندگی رابطه ایشون با شخص دیگری تأثیر میذارن. من یه سوال خیلی جزئی میکنم همیشه از کلاینتام، وقتی که خیلی در مورد مسائل ناراحتیشون صحبت میکنم که من با شوهرم و مادرم و پدرم و برادرم و خالم و عمم و همه دلخوری دارم، بهشون صحبت میکنم میگم که شما توجه کردین که 50% این دعوا همیشه شما این چطوره که شما هر جا میرین یکی از دو نفر شما این، شما ببینید به خودتون نگاه کنید. به هر حال خیلی ممنونم از وقتتون خانم دکتر، محبت کردین که منو دعوت کردین بیام در خدمتتون باشم، من همیشه از حضورتون لذت میبرم. و همچنین مرسی از شما و مرسی از اینکه هر چند وقت به چند وقتی از اون طرف شرق امریکا میاین پیش ما و برای بینندگان و شنوندگان رادیویی که با ما هستن در کانادا گفتمانی داریم راجع به آخرین آمارها، تحقیقات و مسائلی که پیدا کردید که میتونید دوباره اینها رو تشریح بکنید و
بتونین باز بکنین. یکی از مهمترین مسائلی که من میبینم که کمک میکنه به اشخاص این باز کردن و تشریح کردن این دیستینکشنز، وقتی اینا باز میشه برای شخص میدونه کجا رو باید بره و نگاه کنه. مثلا میگه موتور من کار نمیکنه، موتور ماشین من کار نمیکنه، یا موتور کلی خودم کار نمیکنه. خب اون باید باز بشه ببینن کدوم قسمت، کدوم پارت باید تغییر پیدا کنه. عین همون ما داریم تو کلمون انجام میدیم دیگه، کدوم قسمتی که کارایی نداره و داره باز میشه. پرشاد مرسی از اینکه بودین اینجا. مرسی و میدونم که دوباره هر وقت باشین که لطف میکنین تشریف میارین به برنامه ما. مرسی عزیزان که با ما بودید برای این دفعه و میخوایم ازتون خداحافظی کنیم تا هفته های بعد. روز و شبتون خوش.